سلام، من نایک سمدی هستم. امروز میخوام با هم این قلب رو ببافیم که همونجوری که میبینید این قلب تو سایزهای مختلفیه و تنها دلیلش هم ضخامت کامبا هست، وگرنه بافت هر ستای اینها به یک صورته. این ضخامتش کمتر بوده کوچکتر در اومده، این ضخامتش کمی بیشتر بوده و این نخ سوزنی که ضخامت بیشتری داره میتونید به عنوان اسکاچ هم ازش استفاده کنید. حالا ما برای بافتن این قلب اول یه حلقه جادویی میزنیم به این شکل. یک بار حلقه دور انگشتمون میگیریم، وارد میشیم و نخو بیرون میکشیم. بعد دو تا زنجیره میزنیم و حلقه را دستمون در میاریم. حالا 11 تا پای بلند داخل حلقه میبافیم. این یکی، این دو تا، سه تا، خب وقتی 11 تا پای بلندمون رو زدیم، نخ حلقه رو میکشیم، حلقه جمع میشه و میایم داخل اون دو تا زنجیره که زده بودیم، داخل دومین زنجیرش یه بست میزنیم به این شکل. دوباره برای شروع رجبت دو تا زنجیره من میزنم. حالا این دو تا زنجیره که اول رجب اول داشتیم، این دو تا زنجیره رو برش زدیم، میریم رو پایه بعدیش. رو پایه بعدی، رو گندمی پایه بعدی دو تا پای بلند میبافیم و توی این رج ما روی تمام این 11 تا پای بلندی رو که زده بودیم دو تا پایه بلند میبافیم. به غیر از این دو تا زنجیره اولمون باید 22 تا پایه بلند داشته باشیم. وقتی که 22 تا پایمون رو زدیم، میان و به سر اون دو تا زنجیره اول کارمون یه بست میزنیم به این شکل. برای شروع رجبت دوباره دو تا زنجیره میزنیم، میریم روی پایه بعدی، روی گندمی پایه بعدی دو تا پایه بلند میبافیم به این شکل. بعد روی پایه بعدی یه دونه میبافیم، دوباره روی پایه بعدی دو تا میبافیم و در واقع یه درمیون پایه ها رو اضافه میکنیم. روی پایه بعدی یه دونه میبافیم، روی پایه بعدیش دو تا میبافیم. ما آخر کار باید توی این رج 33 تا پایه بلند داشته باشیم به جز این دو تا زنجیره ای که میزنیم. شمارش پایه ها رو حتما داشته باشید، چون میخوام قلبش رو درست کنیم، شمارش پایه ها مهمه. خب ببینید، وقتی همه پایه ها رو زدم، میام و به سر اون زنجیره، دو تا زنجیره که اول داشتیم، سر دومی یک بست میزنم. حالا این دو تا زنجیره رو کاریش ندارم، میرم رو پایه بعدی، روی پایه بعدی یه دونه پایه کوتاه میبافم. بعد میرم رو گندمی پایه بعد یه پایه متوسط میبافم، یعنی هر سه نخ با هم یکی میکنم. همونجا یه دونه پایه بلند میبافم. بعد چهار تا از پایه های بعدی رو روش دوتا میبافم، یعنی این پایه رو روش دوتا پایه بلند میبافم، این یکی، این دوتا. دوباره پایه بعدیشم دوتا میبافم، یکی، اینم دوتا. دوباره پایه بعدی هم روش دوتا میبافم، روی پایه بعدی که چهارمین پایه هم بشه رونم دوتا میبافم. حالا این بار رو پایه بعدی دوباره یه دونه پایه بلند میبافم، روی پایه بعدیشم یه دونه پایه بلند میبافم. بعد میام روی پایه بعدی یک پایه متوسط میبافم، روی پایه بعدیش هم یک پایه متوسط میبافم.
بعد 4 تا پایه بعدی رو پایه کوتاه میبافم، یعنی روی پایه این پایه یه دونه پایه کوتاه میبافم، رو بعدی یه پایه کوتاه میبافم، این دوتا، این پایه سومم یه پایه کوتاه میبافم، روی پایه چهارمم یه پایه کوتاه میبافم. حالا روی پایه بعدی یه پایه متوسط میبافم، روی پایه بعدیش یه پایه بلند میبافم. حالا روی این پایه بعدی 3 تا پایه بلند میبافم، این 1، این 2، این 3. این الان در واقع پایین قلب ما حساب میشه. الان هر بافتی رو این ور داشتیم معکوس از این ور میبافیم، یعنی الان روی این پایه یه دونه پایه بلند میبافم، روی پایه بعدیش یه پایه متوسط میبافم، بعد روی پایه بعدی یه پایه کوتاه، روی پایه بعدی هم یه پایه کوتاه، این دوتا پایه کوتاه، روی پایه بعدی هم یه پایه کوتاه، میشه 3 تا، روی پایه بعدی هم یه پایه کوتاه میبافم، 4 تا پایه کوتاه میبافم. بعد روی پایه بعدی یه پایه متوسط، روی پایه بعدیش هم یه پایه متوسط میبافم، روی پایه بعد یه پایه بلند میبافم، روی پایه بعدی هم یه پایه بلند میبافم. خب حالا 4 تا از پایه ها رو دوباره دوتایی میبافم، یعنی میرم رو گندمی پایه بعدم یه دونه دوتا بخشید پایه بلند میبافم، این میشه 1. روی پایه دومم 2 تا پایه بلند میبافم، حالا روی پایه بعدیش که سومین پایه باشم بازار 2 تا میبافم، رو پایه چهارمم 2 تا میبافم. حالا 2 تا پایه دیگه برام مونده. بعد من میام روی پایه بعدی یه دونه پایه بلند میبافم، همونجا رو همون پایه یه پایه متوسط میبافم به این شکل. بعد میرم روی پایه آخر یک پایه کوتاه میبافم، به این شکل قلب من درست میشه. خب ببینید پایه کوتاهش رو که زدم، در واقع آخرین پایم و پایه کوتاه میزنم، بعد میام میرم رو اون پایه کوتاه اولی، اونجا یه بست میزنم به این شکل. بعد روی پایه بعدیش که این پایه باشه یک پایه کوتاه میزنم، حالا میرم روی پایه بعدی یک پایه متوسط میبافم به این شکل. همینجا روی همین پایه که پایه متوسط بافتم یک پایه بلند میبافم. این بار 5 تا از پایه ها رو 2 تا پایه بلند میبافم، یعنی میام روی این پایه بعدی 2 تا پایه بلند میبافم، این 1 بار، رو پایه بعدی 2 تا پایه بلند میبافم، این 2 بار، بعد میام رو پایه بعدی 2 تا پایه بلند میبافم، 1، 2 تا، این میشه 3 تا. حالا 4 پایه رم دوباره روش 2 تا میبافم. رو 4 پایه هم 2 تا میبافم. دوباره روی 5 پایه هم 2 تا پایه بلند میبافم. حالا این بار 3 تا از پایه ها رو 1 بار میبافم، یعنی میام رو پایه بعدی یه دونه پایه بلند میبافم، یکی دیگه از پایه ها رو دوباره 1 پایه بلند میبافم، روی پایه سومم 1 پایه بلند میبافم. حالا روی پایه بعدیش یه پایه متوسط میبافم، روی پایه بعدی هم یه پایه متوسط می بافم.
حالا پایه کوتاه میبافم. ببینید این یه پایه کوتاه، روی هر گندمی یه دونه پایه کوتاه میزنم. این دوتا، این سه تا، این چهار تا، این پنج تا، شش تا، هفت تا، هشت تا، نم نه تا. ببینید نه تا پایه کوتاه که زدم میرسم به اینجا که سه تا پایه بلند زده بودیم تو یک پایه. خب این پایه وسطشم روش یه پایه کوتاه میزنم، در واقع اینجا وسط کارمونه. حالا دوباره همین کارو که این بعد انجام دادیم این بعد تکرار میکنیم. پس نه تاشو پایه کوتاه میزنیم، این یکی، این دوتا، نه تا از پایه ها رو پایه کوتاه میزنیم، این سه تا، این چهار تا، این پنج تا، شش تا، هفت تا، هشت تا و نه تا. نه تا از پایه کوتاه ها رو که بافتیم دوباره مثل رج قبل معکوس عمل میکنیم. این پایه بعدیش رو پایه متوسط میبافم، روی پایه بعدی هم پایه متوسط میبافم، بعد دوباره روی پایه بعدی این بار پایه بلند میبافم. یه دونه پایه بلند میبافم، روی پایه بعدیشم یه دونه پایه بلند میبافم، میشه دوتا. روی پایه بعدیشم یه پایه بلند، سه تا. حالا پنج تا از پایه ها رو دوباره دوتایی میبافیم. ببینید این روی این پایه بعدی دوتا پایه بلند میبافم، این یک بار. روی پایه بعدی هم دوتا پایه بلند میبافم، میشه دوبار. روی پایه بعدی هم دوتا پایه بلند میبافم، این میشه سه بار. روی پایه بعدی هم دوتا میبافم، یکی، دوتا، میشه چهار بار. روی پایه بعدی که پنجمین پایه هم باشه، رو اونم دوتا پایه بلند میبافم. حالا روی پایه بعدیم یه دونه پایه بلند میبافم، همینجا یه پایه متوسط میبافم، بعد روی پایه بعدیم یک پایه متوسط میبافم، دقیقا مثل طرف قبل. روی آخرین پایم یک پایه کوتاه میبافم و به این شکل ببینید قلب من بافته میشه. حالا اگر شما میخواین که اینو به عنوان اسکاچ استفاده بکنید و با نخ سوزنی بافتید و بزرگ شده، میاد اینجا و یک، ببینید دقیقا این وسط قلبتون، یک بست میزنید، یه تعداد زنجیره براش میزنید و به عنوان دسته مثل این برمیگردونید، یک بست میزنید و یه دسته براش درست میکنید. ولی اگر بخواییم مثل این کار دو طرفه باشه، دقیقا هم اینجا که کار رو تموم کردیم و نخمون رو قیچی میکنیم و نخم میکشیم، یه قلب دیگه دقیقا مثل همین میبافیم، مثل همین که با همین دستور که من الان بافتم اینجا آمادش هست. بعد این دوتا قلب رو میاریم روی همدیگه قرار میدیم به این شکل و به همدیگه با پایه بست وصلشون میکنیم. ببینیم ما دقیقا وسط قلب ها رو روی همدیگه قرار میدیم، وارد میشیم و گندمی هر دو رو میگیریم، نخ رو بیرون میکشیم. بعد حواستان باشه که کار رو پشت به پشت همدیگه قرار بدید که تمیزی بافتتون رو به شما باشه.
دقیقا من وسط قلب رو میگیرم و یک بست میزنم بهشه. حالا تمام این گندمی ها رو ببینید، یک بار گندمی این قلبمونو با گندمی قلب پشتیم با هم دیگه میگیریم و یک بست میزنیم. دوباره این گندمی رو با گندمی بعدی پشت زنیم میگیریم و یک بست میزنیم و در واقع ما با بست این دوتا قلب رو به هم به این شکل اتصال میدیم. هر دو گندمی ها رو هم کامل بگیرید. حالا من اینو دور تا دور میبافم، یه مقدار کمش که مون میام و بهتون میام که توش الیاف پر کنیم و چطوری دستش رو ببافم. ببینید من وز کردم یه مقدار از این سر قلبم مونده. حالا این از اینجا من اول بکنم سر خب اگه تا حالا کانال ما رو مشترک نشدید ممنون میشم که گزینه مشترک رو بزنید، زنگوله هم روشن کنید که هر پست جدیدی میذاریم براتون بیاد. خب ببینید من بافتم، الان این یه مقدار سرش مونده، میخوام از اینجا این قلبم رو با این الیاف پر بکنم بعد ادامه کار رو ببافم. ببین با دستتون الیاف رو داخل کار ببرید. بعدم میتونید بافت دستتون بعد از اینکه کارو بستید کامل الیاف و داخلش فرم بدید. دوباره کار روی همدیگه میذارم و به کارم ادامه میدم، یعنی با بست کارو به هم متصل میکنم بهش. به کامل کار رو به هم متصل کردم. میام به این آخر کار که رسیدم، به این وسط کار، به این شکل یه پایه بست میزنم. حالا یک تعداد زنجیره میزنم، 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 و همونجا به همین اول کارم یک بست میزنم. و کارو قیچی میکنم. به این شکل نخو میکشم. حالا شما از این بندینکی که برای قلبتون بافتیم میتونید این رو به عنوان جاکلیدی به جاکلیدیتون آویزون کنید. حالا این نخی هم که اینجا براتون اضافه مونده رو پشت کار پنهان میکنید. کامل میبریم و داخل کار پنهانش میکنیم. خب اینم از قلبی که امروز بافتیم. تنها نکتهش هم که بهتون گفتم انتخاب نخی هست که شما دارید و قلابی هم که برمیدارید حتما باید متناسب با کانواتون باشه و سایز رو که به شما میده دقیقا مرتبط میشه به ظرافت نخ شما و وگرنه همه این قلب ها با همین روش بافته شده. ممنون از نگاه زیباتون، امیدوارم که ببافید و لذت ببرید.